سلام، امروز میخوایم تابع تی رو بررسی بکنیم و یاد بگیریم. این تابع در واقع میاد یک رشته متن رو بررسی میکنه که آیا اون رشته متن یا تکست هست یا نه. اگه متن باشه فرمتش، خب همون متن رو برمیگردونه، همون مقدار رو برمیگردونه. اگر متن نباشه، یعنی عدد باشه یا یه مقدار منطقی باشه، خب توهی برمیگردونه، یعنی سلولی که توش فرمول رو وارد میکنیم خالی میشه. خب ما اینجا تمرینش رو انجام بدیم. اولی آدرس سایت دیاکو هستش که میخوام ببینیم متن هست یا نه. خب سلول فرمول تی در سلول F3 و نتیجه خب طبیعتا متن همونو عیناً برمیگردونه. دومی یک تاریخ هست، یک عدد هست، 1370. خب اینو انجام میدیم ببینیم چی میشه. خب F4 و ببینیم که خالی برگردون، توهی برگرد، در حالی که اینجا اگه روش کلیک کنیم میبینیم فرمول داخلش هست اما خود سلول خالیه، در واقع چیزی توش نمایش داده نمیشه در حالی که فرمول داخلش هست. چون اینجا عدد هست، متن نیست، برای همین چون متن نیست هیچ مقداری بر نمیگردونه. قسمت بعدی که نوشته فالس یک مقدار منطقی هست، خب اینم متن محسوب نمیشه چون یه مقدار منطقیه. ترو فالس مقدار منطقیه، هرچند که ظاهرش متن باشه. امتحانش میکنیم، تی سلول F5 و توهی برگردون. قسمت بعدی چند تا ستاره هست، اینم بررسی میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. همون ستاره رو برمیگردونه چون متن دیگه. بعدی مربع هست، F7 و همون رو برمیگردونه چون متنه. قسمت بعدی ترکیب متن و عدده. اگر ترکیبی از متن و عدد باشه مقدارش رو برمیگردونه، به عنوان یک رشته متنی میشناسدش، یعنی عدد رو هم برمیگردونه چون توش متن وجود داره. انجامش میدیم، F8 و نتیجه مشخصه. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.